در برای چی باز نمی کنی؟ یه ساعت بیرون وایستاده. شری می خوابی یا می میری؟ شیشه رو چه بشی کنم؟ ازم چی کنم؟ به حاجیم هم کلید بده. آدمی داریم کار میکنیم اینجا خیلی سر. تو سرت نمیشه؟ یه نفر الان میاد دنبال من، بگو اینجا نیست، رفته. آقا سلام. سلام. خسته نباشید. آقا فرهاد صدا میکنی؟ فرهاد نداری. فرهاد محبی نداری که ماهش سرخه. یه سال دو سالی اینجا رفته. آقا من دیدمش اومد تو رفت بالا. آقا فرهاد بابا طلبکارت که نیستیم فرار میکنی. داداشت رضا چاقو خورده تو بیمارستانه. به من گفتن خبر بده که شکر خدا تکلیف از گردن من واشو. خدا حافظ شما. شنیدی فرار؟ سامای تویی؟ برادرت هم فرهاد. قضیه رضا چیه؟
چاقو خورده؟ چرا؟ خب از من چه کاری برمیاد؟ مرخصم؟ بله مرخصم. به من گفتن چاقو خورده تو ریش. نه یه زخم سطحی بوده، مشکل خاصی نیست، امروز مرخصم. خب الان کجاست؟ تو بخشم. بخشتون کجاست؟ روبرو. چرا من دروغ گفتی؟ این که حالش خوبه که خیلی حرف مسخره ای زدی بعد از 14 سال. سلام هم نکرد. خیلی عاطفه ای. آقا قبل از اینکه بندازی تو کمربندی منو تو ایستگاه قطار پیاده کن. مسخره بازیه چیه در میاری؟ میگم باهات کار دارم، میخوام باهات حرف بزنم. خب بزن. اینجا که نمیشه. چی میشه مگه بیای؟ چی ازت کم میشه؟ اصلا سارا رو نمیخوای ببینی؟ نه. سارا هم یه دروغگوه مثل شما. چرا اینجوری میگی؟ اصلا فهمیدی بابا پارسال مرد؟ واقعا مرد؟ یا این هم دروغه؟ چی فکر کردی درباره ما؟ تو اصلا میدونی این سومنگه الان دانشجوه؟ من تا حالا خودم 100 بار اومدم تهرون، چی فکر کردی؟ چی میشه مگه بیای؟ چی ازت کم میشه؟ آقا مستقیم از همون کمربندی برو. آقا همین یه دونه داری؟ آره. شوهرت کجاست؟ ساری همون کارخونه چوب باری. ایشالا قرار فروردین که بیاد خودشو باز خرید کنه راحت بشه. شما رو چرا نبرد با خودش؟ خودم نخواستم، کجا برم شهر غریب؟
با من چی کار داری؟ این زمین ها رو یادته؟ من میشه یادم نباشه. مثل سگ رو این زمین ها کار کردم. به جز بدبختیاش این زمین ها و دوتا شالیزار تنها ارثمونه. همین هم کم پولی نیست. نه کم پولی نیست. عمو رحمان و عمو محمد یه کاغذ براشون آوردن در خونه، میگن بابا زمینا رو فروخته به اونا با امضا و اثر انگشت. بابا تام فروخته دیگه. معلومه که دروغ میگن. بابا تو وصیت‌نامه‌اش این زمینا رو داده به من سارا و سمیه. اگه فروخته پولش کو. یه جوری حرف میزنی انگار بابا رو نشناخته بودی. یه گاو سفید مریض داشتیم، تو بچه بودی، یادت نمیاد. برد تو طویله آتیش زد. میدونی برای چی؟ به خاطر اینکه 2000 بیشتر از بیمه بگیره. برات مهم نیست کی منو زده؟ زده فرشاد عمو رحمان. فرشید و فرزینم باهاش بود. عمو رحمان یه کاغذ برداشت آورد در خونه، کپی همون سندا رو، گفت این زمینا مال منه. منم کاغذو بردم در خونهشون زدم تو دهنش. اونا هم سه تایی ریختن رو سر من. نامردی کردن سه تا به یکی. حالا من باید چیکار کنم؟ برم دهن خونهشون بگم این بچه رو کی زده؟ لازم نیست، اونو که خودم دارم واسه شون. بیا کمک کن این زمینا رو پس بگیریم. سارا میگه چون ما وصیت‌نامه محضری داریم با وکیل میتونیم حلش کنیم. ولی اونا که وکیل و این حرفا حالیشون نیست، قانون خودشون دارن. همه رو میخرن. تو بیا این زمینا رو پس بگیریم، من برنامه دارم واسه شون. سهمتو هم بذار. من با سمیه و سارا حرف زدم. شوهر سارام که بخاری ازش بلند نمیشه. 40% مال تو و بقیهش مال ما. این زمین ها طلاست. این قلطاق بازی ها رو برای خودت نگه دار. شما همه تون مثل همین. 50-50 موندی تهرون کارگری میکنی واسه چی؟ آماری تو دارم کارگری مردم میکنی. میخوام برم، کاری هم با هیچ کدومتون ندارم. اینجا خونه عمو رحمانه دیگه، بیا برو باش حرف بزن. بیا برو بگو چقدر رو این زمین ها جون کندیم دهنمون سرویس شده. فرهاد! خب تو بزرگتر خونه ای، رو حرف تو حساب میکنم. بیا برو دیگه. فرهاد! وایسا وایسا
فکر نکن ولتون میکنم. میام صبح بعد پدرتو در میارم. فرهاد چی شده دماغت؟ زدنت؟ چه گویی داری میخوری؟ اینجوری میخوای حقتو بگیری؟ زدن خوردن دیوونه ای؟ مگه قانون جنگله؟ آره خب جنگله. از یکی دو ماه قبل از مرگش دیگه خیلی با کسی حرف نمیزد. اصلا کاری نداشت به کسی. افتاده بود از تراکتور، لگنش شکسته بود. انگار حافظش هم از کار افتاده بود. فقط میشست توی ایوون به سگاها غذا میداد. خانه بزرگ. صبح روزی که مرد زود بلند شده بود رفته بود حموم. حنا برده بود موهاشو حنا گذاشته بود. موهاش نارنجی نارنجی شده بود. قیافش خیلی عوض شده بود. ترسناک شده بود یکم.
پس من برگشتم خونه، دیدم نشسته تو ایوون 10 تا سگم دورشن داره بهشون آشغال مرغ میده. رفتم ببینم چی کار کرده با خودش. یهو برگشت نگام کرد. قیافش هم توی جلوی چشامه. هنوز بعضی وقتا خوابشو که میبینم با این قیافشه. ذلیل شده بود. ولی ترسناک. یه سال بود با ما حرف نمیزد به خاطر دانشگاه. بعد یه سال یهو شروع کرد برام تعریف کردن. برات گفته اون موقع که خام بوده؟ یه بار رضا شاه میاد اینجا با خدم و حشم برای شکار. اون موقع خیلی شکارچی ماهری بوده. مولا میشن با هم دیگه میرن برای شکار، دوتا کوهو میرن، ولی چون پاییز بوده هیچی پیدا نمیکنن. تو راه برگشت شروع میکنن سگای شکاری خودشونو شکار کردن. گفت خیلی خوش گذشته. سگا میدویدن، ما شلیک میکردیم. از آفوشتان گرفتم. بعید میدونم. رضا چند بار به خاطر من باهاش دعوا کرد. داری میری؟ آره. لاغل بمون بعد سوم برو. کلی کار دارم. اینا شایعه کردم میخوای بمونی برای گرفتن زمین و خون رضا. شما اصلا منو بی خود درگیر این قضیه کردین. الان ببینن داری میری خیلی خوشحال میشن. خوب بشم. مملکت قانون داره. پلیس خودش دنبالش میگرده پیداش میکنه. بیا. این چیه؟ این تخم مرغ، پنیر، مربا، از همین چیزا. نمیخوام. بگیر.
یه چه مسخره مردم سر یه چه بود. ببین اینجا زندگی میکنی؟ خیلی باحاله، کوچیکه ولی خیلی خوبه. اومدم بابا، اومدم. چایی میخوری؟ خوب کردی نموندی اونجا، درد سر میشود که چی؟ تقصیر خود من بود. اصلا من باید میومدم تهرون، میومدم همینجا پیش تو کار میکردم، خیلی هم خوب بود. فرشاد از ترسش رفته تو کلبه ته جنگل مرز قایم شده. میدونی از چی زورم میاد؟ که بچه که بودن مثل سگ از تو میترسید. فرهاد یادت فرشاد و سلمان پشم شیشه ریختن تو لباس من، چقدر کتکشون زدی، چقدر حال داد. من شکایت میکنم جلو چکم هم میبندم. ببین من اون چکو خرج کردم، به من ربطی نداره، شما هیچ گویی نمیتونید بکنید. درست صحبت کن، من جای پدرت هم همینطوری صحبت میکنم، چی میخواد به من بزنه؟ ببین جوری باهات برخورد میکنم جوری باهات صحبت میکنم. درست صحبت کن، نشی ها، یه مشت دادیدم شدید اینجا. درست صحبت کن، چرا میزنی منو؟ اگه از شکایت داشتم درست صحبت کن. اگه با مأمور نیومدم چه شکایت کنم؟ بارو بچه‌ها بیا بیا. منو نگاه کن، هیچ کاری ندارم. من با شما کار ندارم، با اون کار دارم. هیچ کاری بعد از اون میام. باشه، با مأمورم میام. دستکارم نمیبرم. شکم این مال توه؟ خیلی قشنگه، من میسونم بپوشمش. به خودت ولی فکر کنم بیشتر میاد. تو سفیدی، قشنگی. یادت بابام بهت میگفت کله سرخ، کله سرخ.
سارا تویی؟ از فرشاد خبری نشد؟ پاسکار چیکار کردین؟ رفتین؟ نه، سلام برسون. چیه؟ آتیشی شدی؟ میخوای بری سراغشون؟ دیوونه ای میخوای اینجا رو بری کنی؟ من تازه عاشق اینجا شدم. بلشون کن به حال خودشون بمیرن. سارا سمیه شد برگشتی؟ برگشتم دیگه. میمونی؟ یه چند روز. شما برین، من با محمود کار دارم، ما از این ور میریم. یه اسلحه شکاری میخوام. برای چی میخوای؟ برای شکار. شکار چی؟ هرچی. کسی سراغ نداری داشته باشه؟ نه. چرا از پسر عموات نمیگیری؟ ببین به نظرم بیخیال شو، باشون درگیر نشو. میشناسیشون که آدم های درست درمونی نیستن. آره میشناسمشون، یه خون تو رگامونه. تو برو خونه، منم میام.
تو که اهل شکار نبودی، تو دیگه تهرونی شدی، تفنگ واسه چی میخوای؟ همه میدونن برای چی اومدی. به ابوالفضل میدونستم میای. از فرشاد خبر نداری؟ نه. شنیدم رفته جنگل مرس. تو که میدونی چرا میپرسی؟ فرهاد سر یکی از این مرغا رو برام میبری؟ بده شوهرت. نیست محمود. من نمیتونم. دنبال چی میگردی؟ هیچ. اسلحه بابا رو میخوای؟ اینجا نیست، ببریم بالا. دیروز عمو رحمان سند یکی از این شالیزارا رو برداشته بود، اومده بود اینجا. سارا گفت من بهت هیچی نگم. ترسیدان سهم بخوام؟ به نظر من تو سهم داری. تو خیلی کار کردی روی این زمینا. آخرین باری که بابا رو دیدم یادم اینو تازه از ترکیه برش آورده بودن.
اومدی برای انتقام؟ یه چند روزی مادم اینجا شکار، بعدش هم برمیگردم. چیه نگاه میکنی؟ خسته هم زد به سرت. آره به نظرم داری اشتباه میکنی. چرا با من حرف نمیزنی؟ چون تو وجود نداری. الان که میبینی وجود دارم. حرف بزن دیگه. دارم حرف بزنم دیگه، چیکار میکنم؟ باید ازت خیلی باحالی. پس میخوای بکشی شره؟ به نظرم بیخیال شد، تو که علی این کارا نیستی. پلیس خودش میگیرتش. اعترافی بکنم، خوشحالم داری این کارو میکنی فرهاد، خوشحالم.
شنیدی؟ کله سرخ اومدی؟ شناختی؟ توی رضا؟ رضا خریکیه، من گلانم. گلان کیه دیگه؟ نروژ ژانویه 1961. من و ادواردا دیرتر از بقیه رسیدیم به کاروان سیرک. از طرف دربار دعوت شدیم ایران برای اجرا. سفر برای من و ادواردا راه فرار بود. پدر خانزادت از همون خواست بیایم تو این جنگل برای اجرا. گفتم برای کی؟ گفت من. همه ی روستا می دونستن خان عاشق دختر بندبازی سیرک شده. ادواردای روز سیرک بهانه بود، پدرت ادواردا رو می خواست. اومدیم تو جنگل، اجرا شروع شد. همینجا با رقص و آواز، با هیجان، با چرخ و طناب، با ساز و طبل، وسط آتش بازی صدای شلیک‌های پشت سر هم پدرتو شنیدم. خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. پشت سر هم از درش برو خالی میکرد. وقتی گلوله از تو مغزم رد شد احساس عجیبی بود. از اون سیرک فقط ادوارد موند و یه گاو سفید. پدرت باش ازدواج کرد. یه سال بعد ادوارد از تب مارت مرد. ما نفرین شدیم فرهاد. تو برای چی دست به اسلحه شدی؟ تو مثل پدرت نیستی، نطفه روسی، شبیه ادواردایی.
بدو. بدو دیگه. چرا نمیدویی؟ بدو تا اون درخت مسابقه. بدو. بیا. چطور فرهاد؟ داری راه خودتو دور میکنی. از پشت این دره باید کل تپه‌ها رو دور بزنی. مسیر گله رو مگه یادت نیست؟ من پاتو. چیزی نشده که بابا، خوره پیچ خورده. ورم هم نکرده حتی. خوبه. پاشو بپوش. دسته تو بده من. چیه؟ مگه تقصیر منه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ بیا بابا. پنداکی تو بده. برای سیگار جرقه ای درست کنم. چیکار میکنی؟ سب کن. بکش. اینجا زندگی کنیم با هم.
آره بیا دیگه اینجا خیلی باحاله. برات ماهی میگیرم، تو جنگل میدوییم، بازی میکنیم. فرهاد من اینجا خیلی تنها، بیا با من باش. من از تنهایی میترسم. میای؟ نه. چرا؟ مگه دست خودته؟ برات یه مهمونی دارم. به دستور خان به اینجا اومدی. گلان پرسید برای کی اجرا کنی. خان گفت برای من. توی همین جنگل تفنگ خان پشت سر همپرو خالی شد، همه رو همینجا دفن کرد. 9 ماه بعد توی همین جنگل به دنیا اومدی. موقعی به دنیا اومدنت هرچی به زمین چنگ میزدم فقط برف بود. موهای سرخت توی برف میدرخشید. گریه میکردی. خان با دستای بزرگش دهنت رو پر از برف کرد، میخواست بکشدت. از کله سرخت متنفر بود. تو نفرین شده ای، از دستشون فرار کن. اومدن دنبالت. فرار کن نوزاد من. Thank you.
بی خودی اومدی برگرد. همش تقصیر داشته کله خر خودت بود. تو اصلا چی میدونی؟ چند روز قبل از اون ماجرا اومده بود کلی فاش شده بود. شیشه خونه ام محمد اینا رو شکنده بود. کی آخه به خانواده خودش فاش ناموسی میده؟ منم نمیخواستم بکشمش که. پسر عمومه. خواستم بزن تو دستش تا یه ذره ادب شه. خواستم بترسونمش. حالا هم اجرام نکن تو رو بزنم. برگرد برو. بابا قراره سنده شالیزارا رو براتون بیاره. اینجوری هم براتون بهتر میشه نه؟ فرهاد!